امسال از کانال گوشو گیمر با مصاحبه فوق تخصصی گوشو گیمر همراه باشید. ما اینجا آقای امونیما رو داریم از کانال آپارات ایران PS4. این ما سرور گذاشتیم تا حقایق بزرگی رو برملا کنیم و شاخترین کانال آپارات یعنی امونیما و از خودش برامون بگه اما بیشتر باید شما آشنا بشید. امونیما سلام کن به بینندگان و شنوندگان. سلام میکنم به تمامی بینندگان و البته شنوندگان گوشو گیمرز. امروز اومدن اینجا که با من مصاحبه کنم. خودم نمیدونم راجع به چی، ولی حالا میبینیم پاسخ سوالا رو میدیم، نظرها رو میخونیم، تو حتی کانال کوچیک نگاه میکنیم. خیلی بیادنی. خب یکم از خودت بگو، کانالت بگو، دعوایی که با بچه های ایکس باکس داشتی. خودم که چیز خاصی نیستم، نه شخصیت معروفی هستم، نه کسی هستم. کانالمون هم که کانال خوبیه، میشه با ایکس باکس جنگ داریم، کسوشه میگیم، کسوشه میشنم، همینجوریه دیگه، آپارات دیگه، میبیست میشنم 10 ساله، 9 ساله، بچه با باباش دعوا میکنه، باباش براش یه پیجمو میزنه، این هم به کانال آپارات. خودت که به دنیا اومدی؟ درست جوابونم که بلا با ایکس باکس فراد هم براشون احترام قائلم، ولی این آقای 22-24 اسمش 22-24 بود بکنم. آره باباش زایدتش شماره گذاشته واسش. آره چون فکرم اسمشون باباشون میخواسته ایمیل درست کنه سوی گذاشه بچه. نه هرچی میزدی میگفتی این قسم قبلا گرفته شده. آره این اسم انتخاب شده بودم براشونش 22-24 نه ویدیو میگیره، اصلا خودش هم نمیدونه داره چی کار میکنه، اصلا ویدیو میذاره راجعه شیعت میزنه، روزش میگفتن حملاتی میخواهیم باید PS4 فراش میکنه. من واقعا نمیفهمم یعنی چی، ایشون میخواد حمله کنه به خونه آقای فنوی PS4. آره منم که این چیزا رو دیدم اول فکر کردم که حمله در واقع دارم گیم آف ترون نگاه میکنم و الان جان اسنو ارتش جمع کرده، رمزی بولتون هم ارتش جمع کرده در جلوی دروازه وینترفل، اینا قراره بیان چونم دیگه بذارم. اولش فکر کردم جنگ سخته، ولی بعدا حس کردم جنگ نرمه، اینو میخوام نفوذ کنم، میخوام آپاراتو بکنم تسخیر کنم. 22-24 جنگ پشمکی بود، فقط دوتا ویدیو به هم دیگه میدن، الان مثلا با این حرکت ضربه محکمی به هم دیگه زدن که یه ویدیو ساختن. خیلی از فناشون رو از دست میدن دو طرف، این اتفاقات زیاد میفته توی این دوامه، تلویزی مغزی میکنن، سرطان چشم میگیرن. من خودم یه دونه از این ویدیوها رو نگاه کردم سرطان گرفتم، الان سرطان پروستات دارم. من والله خوب سرطان نگرفتم، اما این عکاس مخصوص برای ویدیو رو نگاه کردم. این عکاس توی بخش توضیحات ویدیو هست، من بذارید این که خریدش، این عکاس خوبیه، اینو میزنید به چشتون، ویدیوهای کسوشی رو نگاه میکنید دیگه سرطان نمیگیرید. بله سیت شگرف این کارو در ویدیو دیگه حتما بررسی خواهم کرد. سوال دوم اینه که شما از کی بیشتر بدت میاد؟ فریبیایی که میکنه مشتری جذب میکنه، این همون فریبیایی که تو کانالش انجام میده. آقای رضا پیشرو هم اینجوری جذب میکنه، آقای رضا پیشرو رو با این تبلیغای متشابهش جذب کرد به مغازه. آقای رضا پیشرو اول میخواست باتری بخره، اومد تو مغازه گفت آقای امیررضاییان شمایی؟ گفت بله. گفت من از طرفداراتونم. آقای امیررضاییان هم گفت بیا بشینیم یه دست فیفا بزنیم، منم ازت یه عکس میگیرم. ولی درست اونا فیفا بازی نکردن، آقای امیررضاییان درست به آقای رضا پیشرو تجاوز جنسی کرد. من اول خودم اینو باورم نمیشد، ولی وقتی که رضایان زنگ زدن گفت فقط اسمس بده، فهمیدم یه چیزایی داره قایم میکنه. دیگه بهش گفتم اشکال نداره دیگه آقای امیررضایان، دیگه شما برای حرفتون مدرکی هم داری؟ مدرک هم والا سه بچه هاست چونه رضا پیش رو بعد دنبالش باشی؟ آقای رضا پیش رو هم لوک لوک وایس لوک لوکش قشن معلوم بود، من همون لحظه گرفت ما آره سه آهو هم میومد لاش اوک آه جاکی گفت اینا آدم های خوفی هم ازش امیر رضاییان و بچه ها بود. امیر رضاییان تنها کار نمی کنه، چند نفر تو مغازش هست، لوک لوک اینا آدم های خوفی هم باید بپنه تو بغلش لوک لوک تازه شدیدیم. در این جا بود که من فهمیدم جو پریده تو بغل امیر رضاییان و امیر رضاییان بهش تجاوز جنسی کرده، من واقعا عصبی شدم. یه شنیدیم که رضاییان اسم داگ رو هم به مغازه خودش رو برده و تجاوز جنسی کرده. باشه دیگه چی بوده که به آقای اسنوپ داگ هم تجاوز کرده؟ آقای اسنوپ داگ
سگ بهش تجاوز نمیکنه اون قیافه. باشه گل ما کی بود؟ بابا رضایان دیگه. آ گل دنیا میشناسنش. نظرت راجع به اون پوستایی که واسهش فرستاده بودن چی نقاشی کرده بودن امیررضا یا PS4؟ اونا هم مشتریاشون هم که آقای امیررضا یا کنشون گذاشته نمیدونستید. آقای امیررضا یا یه برنامه چیده شما به مواده سرش خرید کنید یه کارت بهتون بید، این کارت نوشته یه بازی بخر یه کون بده، بلا همین رو نوشته. من یه بار رفتم پیش آقای امیررضا گفتم آقای ارزو منظورتون چیه؟ من پلیس هم میکنم. آقای امیررضا زشت و زشت و آقای امیررضا کارا چی گفتش یه بازی بخر لگو ببر کن بده. آره شنیدم خیلی بچه بازه با آدمی لگو تو مغازش میذاره. آقا را بکری واسه چیز هم میذاری بهش میرسی میخواد صداش بخش نشه میخواد صداش بخش بچه بازه بازش میکنم خیلی اصلا دارم تحصیل شدم. بیا بحث عوض کنیم. خوب شنیدم کالاف بازی میکنی. آره یه هفته دو هفته میدارم کالاف بازی. ماشاءالله. اولین کلافته؟ بله دیگه. اول یه دونه بود تمرینیش بادکنک میکرده کنید. نمیدونم چند سال پیش رو بازی کرده بودم. بعد رفتم یه مغازه آرش به ستو. نه آقای آرش بازی توفنگی چی داری؟ گفت یه کلاف رو بده. من گفتم باشه. 180 تومن کلاف رو دیروز ازش خریدم. کردی کنه؟ چون هفته پیش هم ازش اجاره کرده بودم. من خوشم اومده بود رفتم دیروز 170 تومن دادم ازش خریدم. من 180 170 خریدم بازی رو گذاشتم. خیلی خوب بود. بازی خوبی بود. یکم سرعت سروراش ریده. سرعت ایران که محشره. سرعت سروراش خیلی تو بود. آره همش مشکل سرور اکتیویژنه. نه فقط مشکل از سروره. مثلا اینترنت ایران که باز میکنی میاد. آره اون مشکل من گوگل رو باز میکنم. گوگل هم لحظه میاد. خیلی نهیدم تا آره. تیم دفمش تا با ها بیشترین کلی که داشتی چند تا بوده؟ بیا راجع به مردایی که داشتم صحبت کنیم. همون دست بیم بیرون زیاد جالب نیست. با مردی توی یه مچ بیشتر تعدادش؟ من والا 48 بار یه بار مردم توی مچ که بعد سری از مسیج رو که برام می اومد مردی شد. کلا 50 بار بمیری تیمت میبازه. بله دیگه اونا میگفتن تو یه جا بشین تیم ما ظرفیتش باشه بتونی بازی کنی. تو برو یه جا مثلا خوشا بگی کم کن. یکی هم اومد فقط سعی کن در ری نزنی. کمترین بارش چند تا بوده فرض اینجوره؟ کمترین باری که مردم مچ لود نشده. آه نه هیچ رون لودینگ مونده بود. بعد بچه ها داشتن بازی میکرده. اینا هم مشکل های سروره. همش مشکل سروره. هیچ مشکلی نداره. آره مثلا چون که بقیه وصل بودم فقط تو وصل نبودی. بله دیگه من وصل نبودم فقط تو بازی بودم. باعث شدم بازی اجرا بشه. تازه شنیدم GTA محبوب ترین بازیته. بله البته درسته GTA. من خودم خیلی تخصیم. من وقتی با آپولو تا شا شدم فهمیدم یه نسخه دیگر جیتی هم وجود داره به نام جیتی آر. من تو آنها نمیدونم بسیم جیتی آر هم دوزه از ایرا کسی داره ولی فهمیدم. خیلی سوال پک پرسیم از آدم های مختلف از کسی که میگفتم. گفتم ما همه از بچه اگه جیتی آر بازی کرد. من گفتم آخو من هم از بچه اگه جیتی آر بازی کردم بازیه چیه. خلاصه من تا آنها نتونستم به جیتی آر دست پیدا کنم. از همه کسایی که میشنونم خواهش میکنم اگه پیدا کردید این مسیج رو بدید ما خیلی دوست داریم بازی بازی منم ندارم فکر کنم به عمو تو انگلیس بهت میگن دو سال قبل انتشار واسم بفرسته. آره حتما به عمتون بگید. دیروز هم داشتم با عمتون صحبت میکردم. عمتون آدم شریفیه دست و دلوازه. بله. بنده خدا یه دونه برای یه 40 متری توی پاریس اجاره کرده. اونجا کار میکنه مشتری میاره میبره آدم خوبیه. ایشون یکی از معروف ترین کانال ها رو تو برزرز و فورهاب دارن. واو. من به داشتن این افتخار میکنم. من به شما هستم. حالا که از بازیت گفتیم بذار از PS4ت بگیم. PS4ت که خریدی پولش از کجا آوردی؟ چجوری تونستی پولش جمع کنی؟ والا پول دستگاه رو که بابام داد. خیلی حدود یک سال به مغز پدرم تجاوز کردم ماشین رو پیدا کنم و پدرم هم به صبر من تجاوز کرد. کجا؟ رفتیم PS4 رو خریدیم آوردیم. بعد من بازی نداشتم. گفتم بازی چی شد؟ حالا پدرم میگفت دیوز یک و 700 پول دستگاه رو دارم حالا 200 تومن هم پول بازی میخواد برو خودت پولش در بیار. رفتم یه بازی اجاره کردم یه همینجوری شد و شد به بدبختی و بیچارگی تونستی بازی ها شدی دست بیاری. الان هم که دوست بازی هست. آره دیگه فکر کالافه یه جی تی آه ایه. آره جی تی ای آیشو ندارم دیگه روز تا کامبت اونو بازی میکنیم با بچه ها بعضی وقتا شیده همش فیتالیتیت میکنن. آخه اون که درسته من بیشتر رو آنلاینش تمرکز دارم چون تا حالا نتونستم یه بچه آنلاینش رو تموم کنم. نمیدونم چرا بازی شروع میکنم
میکنه یه کلم میتره که اون بالا میزنه کوالیتی کوی تلتی همش باز شده به میزنه کانکشن لاست. اینا همه مشکلی سرور داغون بازیه دیگه. من این چه فقط رو نسایی بچه بله کلن همه شرکت های خارجی مشکل سرور دارن چیکار میکنه اینا گیمر های مختلف انقدر میشینن پایین بازی هست شما برید تو آپارات نما کنید چقدر گیمر هست برو گیمره خب این همه گیمه معلومه که سرور های شروع من فاش اینا بازی نبرد خرمشهر دو بوده که هیچ مشکل سروری نداشته و بچه‌ها بدون هیچ مشکلی و هیچ گونه پینگی بازی کردن پینگ صفر. بله دیگه اینا تولیدات داخلیه یا همه یا کارهای محشر ایران نبرد خرمشهر حالا چند دو نبرد خرمشهر دو یکیش چی بوده که نسخه دو هم زدن اینا میلیارد میلیارد فروش داشتن مثلا نسخه دو رو هم بسازن یه وقتی نسخه دو نورد خرمشهر رو میسازن پینگ معلومه عالی میشه میاد رو یک صفر منفی هم شده تازه. بله. PS4 که داری توش تابات تروفی گرفتی؟ چند تا داری تو هر تروفی؟ والا من نمیدونم تروفی چیه. یه حسی میگی بلپ. آها، لیوانا. آه لیوانا. سه تا دارم. نمیدونم من اونو بازی می‌کنم خودش میاد. حالا نمیدونم چیه. مثلا وسط بازی نشی سی و برینگ یه چیز سیلای لیوان نقره‌ای میاد. لیوان برنز میاد. اگه یه خوری بیشتر بازی کنی به لیوان پلاتینیوم و طلایی هم میرسی. یه بار یه بازی تمام کردم یه لیوان طلایی فکرم داد نمیدونم بازی چی بود فکرم اساسینز کرید بود. حالا به جز اینا کار زندگی دیگه چی داری؟ کار زندگی اصلا داری؟ به جز این کانال آپاراتت والا ما صبح میخواب صبح پا میشیم از خواب صبح نمیخوریم میشینیم پای کانال آپارات تا ساعت 12 شب از ساعت 12 هم تا ساعت 2 نصف شب میشینیم با بچه ها کالا فازی میکنیم خیلی فوش میکنم تو این دو ساعتی که کالا فازی بعدش هم ساعت دو هم میگیریم میخوابیم بعد همین روند ادامه داره کار زندگیمون هم که خوبه همین زندگی پرباری داری یه بار داستان زندگیمو یکی تعریف کردم گفته چی کیرم تو داستانه من با داستان زندگیت کونم هم پاک نمیم گفتم اشکالی نداره تو اینو از من گوش کن هر وقت به جایی رسیدی که فکر کردی خیلی مباحت داری سعی کن کونه امیر رضاییم بذاری اونم گفتش باشه من کسنم حالا بیا برو منم اومدم اینجا دخل زدشون نظر گوهرباری بود. نظر راجع به کانال ما گوشکوب گیمر چیه؟ شیرین که ما رو دیس کردی. من شما رو دیس کردم؟ بله، یه ویدیو گذاشتی جواب دندان شکن به گوشکوب گیمر. نه نه اون ویدیو مال من نبوده. چنل من هک شد. توسط ایشون. با اون این حکایی قشنگ. چنل من رو هک کرد. بعد اومد توی گوشکوب گیمر تهدید کرد. جوری کرد. چنل تو هک کردم. اگه نیاد اینقدر بهم پول بدی هم جواب گوشکوب میدونم هم عکساتو بخش میکنم. من نمیدونم چجوری از طریق چنل من به عکسای من دست پیدا کردم ولی من نفهمیدم. حالا جواب شما رو داد من پولشو ندادم. آره عکسای کونت هم دست دستم بریم کونت بریم زنگ کنیم چنلم برگرده. واقعا کونت دوست دارم. خب پس شما گوشو گیمر رو دوست دارید. پس نظرتون راجع به اون ویدیو چیه؟ صدا هم به نظر میاد شما بوده. اون نه صدای من نه من رو توی تموم ضبط کردم اون صدا رو. ایشون انگار وارد خونه منم شده بود. چون من تو همون میرم کسیار زیاد میدونم یه بار همسایه همونم اومد او چی کس میگی؟ من بهش گفتم آقا جان اینجا همون موه زشته شده وارد میشه و این دوست عزیز هم انگاه وارد شده ضبط کرده صدای ما رو گذاشته رو ویدیو خیلی هم حرفه ای کار تو صدای ویدیو نمیمونم نمیدونم چرا مطمئنی انگشتت نکرده تو همون؟ نه مطمئنم مطمئن نظر چیه که بینندگان ما مثلا نظر گذاشتن ما بشیم نظرات سی رو بخونیم دوست عزیزمون آلفا گیمر میگه که دیدم پس کله نوب افغانیت ایشون آلفا نظرات بتا رو بخونیم نظرات بتا ناقص هم من این کامنت ها ناقص هم من این کامنت ها زیاد تردیم یه نفر دیگه میگه وای خیلی باحال بود مخصوصا اون ویدیویی که تو جواب دندان شکن به گوشکوب گیم گذاشتی فکر نکنم دیگه ویدیو آپلود کنن آیا این کار کردی؟ والا همونجوری که توضیح دادم این ویدیو کار من نبوده ولی خیلی لطف دارم که اومدن تو چنل من و اینکه سریعتر چنل من سیب کنن چنل چی مال من نیست چنل از هک شده درست کلا برید با این ویدیوهای دیگه حال کن داری سوپر میبینیم نمیفهمم یعنی چی با ویدیو حال کردن ویدیو رو میگیرم میکنم تو گوش یعنی حال کردن نه سینتاج رو استقلال یعنی یکی اومده کامنت گذاشته بامبو بامبو یکی از افسانه های تاریخی بود نمیدونم چرا ایشون اومده اینکه ذکر کردن این موضوع شما ایشون رو یاد بامبو میندازید شاید آخه اون
چند انگوش میکرد من باید خودم هم انگوش نکردم تو موبیل نمیدونم این چرا یاد بامبول افتاد بکنم کار همون هکر هست اسمش هم اینجا پاک شده است اسم نیست یه نفر اینجا کامنت گذاشته که من خیلی عاشقتم تو رو حتی از سلنا گومز هم بیشتر دوست دارم گم شو مردی که مادر زندگی بله کم کامنت گذاشته لطفا کانال من رو فالو کن نمی کنم بیا بخون کم کامنت گذاشته PS4 فاک اسمش ای که گاو و گوسفند تو فروختی حالا اومدی پی اس فور اسمو خریدی چون از اسمش معلومه چون جانی سینز ایران اسمش فهمید چون به همه چیز تجاوز کردی من نمیدونستم به پی اس فور هم میشه تجاوز که پی اس فور فاکه یه کنسول اینجوری میگیرن که شروع میکنن از اون سوراخ یو اس بی در میارن نمیدونم دقیقا از پهنو میکنن توش بله بغلش خط صاف آره خیلی حال میده امتحان کردی؟ یار نکردم این کار بکنم ولی تصمیم گرفتم این کار نمیخواستم بکنم یه زایواتی من سوراخ به دیوار بیشتر نظر دارم هم گفته که بیاین پست منو ببینین مسابقه فلان از چنل فلان جنگ سیم برنده است اولا این چنل های تخمی که میان تطبیقا رو میذارن خوش سنالتون ببین چاقالا دوما سیم میخوری یه جایی که سیم بخوری یه کیلومتر بخوری مزه داره هم فیزیکیه یعنی چی؟ یه چشمه هرچی اون چشمه بره بالتر اینو برنده میشه دنیا اینجوری میگذره دیگه چشت بره بالتر برنده واقعا نیستم وضعی چی هم یه هم گفته هر 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 فکری خیلی با وضعی ازش ممنونم من هم باشم ما هم هیچی نیست هم اینا هم که کامنت میدونم یا های ما هم این رو بالا کامنت هم هاش بودیدیم بله بله خب مصابر همینجا به پایان رسونیم ممنون که همراه ما بودیم و همراه بزرگی رو در مورد خودتون عملا کردیم و آقای رضاییان مخصوصا و آقای پیشو بله من آقای رضاییان حتما بله البته ما یه ویدیو دیگه راجع به ایشون حتما خواهیم ساخت این اولین و آخرین ویدیو را خواهد با تشکر از شما وقت بخیر با شما